دوستان عزیز، درود. با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های روی خط فوریو در خدمت شما عزیزان دل هستیم و در برنامه امروز مهمان داریم. چه مهمانی؟ مهمانی که برای ما و بسیاری از شما بینندگان جان عزیزه و میدونم که بسیار دوستش میدارید و علاقمندان بسیاری داره. بیش از این منتظرتون نمیذارم و از همینجا بهشون درود میفرستم. سلام به بانو شهناز تهرانی. درود بر شما علی خان مرشدی روی خط فوریو، درود بر دوستداران تلویزیون فوریو و برنامه مخصوص اسپیشیال شما روی خط. خوشحالم که برای چندمین بار علی جان در تلویزیون فوریو روی خط فوریو اومدم و ممنونم که انقدر به یاد منی بعد از بانوشو، به خصوص این روزهای اخیر که شنیدم خواب منم میبینی گهگاه. خوبی شما علی جان؟ خوبی واقعا بانو جان. من یکی از بزرگترین افتخارات زندگیم این بود که در خدمت شما بودم و تونستم که از اون همه تجربیاتی که در طی سالها، و این تجربیات هیچ وقت تو کتابها نوشته نمیشه، معمولا توسط انسانها سینه به سینه به همدیگه انتقال پیدا میکنه، و تونستم در کنار شما باشم. اون روز شما فرمودید 3 ماه، ولی داشتیم صحبت میکردیم بیش از 1 سال زندگی ها کردیم، از زمانی که شما تشریف آوردید ترکیه تا روزی که تشریف بردید از ترکیه. درسته؟ ما که اومدم ترکیه تا الان که حدود 2.5 سال میگذره. 2.5 سال، ببخشید اشتباه کردم. ولی در مورد ضبط برنامه، درسته ما 3 ماه کار فشرده شبانه روزی داشتیم. 3 ماه نه به طور یک نواخت علی جان، من توضیح میدم الان. بله بله. اگر که فرمان به اصطلاح چی میگن فوریو رو بدین به من، فرمان روی خط رو به من بدین، دست من بدین، من در موردش موشکافانه برم جلو. حتما، خواهش میکنم. فرمان فوریو و ما و همه دست شماست. زنده باشین عزیزم. خدمت همه خوبان، یاران عشق، یاران فوریو روی خط، عرض بکنم که اگر توضیحاتی بنده در مواردی که گفته شده در یوتیوب ها، در اینترنت ها، در نمیدونم فیسبوک ها، در اینستاگرام ها در مورد من و آقای علی مرشدی و ارتباطات کاریمون اگر توضیح میدهم، فقط به خاطر اینه که ارزشیه که من برای هموطنان دانا و آگاهم میدم. یا به گویان رو کاری ندارم، بزل گویان رو کاری ندارم، آنهایی که هر کی هر جا بپره دنبالش میپرن به هیچ وجه کاری ندارم باشون. روی سخنم با آگاهان حقیقت جوه که ارزش بسیاری دارن برای من و فکر میکنم 100% 100 در 1000 برای آقای علی مرشدی. ببینین نازنینان، ممکنه وقت شما رو بگیرم، ممکنه حوصله‌تون از این باب سر بره، ولی دوست دارم یک بار برای همیشه، همیشه تا زمانی که من هستم، نفس میکشم، زنده هستم، برای شما ارزشی که قائلم همین جا الان بهتون ثابت میکنم و همین الان، همین اصلاعه بنده در خدمت شما
با اون چشمای قشنگتون که دارین نگاه میکنین من رو، برای همیشه دلم میخواد که این پرونده دوگانگی آدم فروشی آدم نما فلان از بین ببرید برای همیشه. شک رو از روی بنده برای همیشه نابود کنین، از بین ببرید عزیزان. این پرچم شیر خورشید من، این خاک منه، خاک ایران منه. توی خونه من این خاک وجود داره. به نام نامی شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی، پدر ایران زمین، قسم یاد می کنم که جز حقیقت چیزی را نکرد. به نام پادشاه ایران، به نام پدر ایران زمین، قسم یاد می کنم که تا نفس در سینه دارم به ملت ایران خیانت نکردم و نخواهم کرد. به شاهنشاه آریا مهرم خیانت نکردم و نخواهم کرد. قسم یاد می کنم اگر روزی من به پادشاه ایرانم خیانت کنم، مرگ بر من، مرگ بر سینمای طلایی من، مرگ بر نام شهناز تهرانی. عزیزانم، نمی شود هر روز اومد روی صحنه و روی جلوی دوربین و بگه آقا من این کار کردم، آقا نکردم. یک بار برای همیشه تمنا می کنم ازتون این باور رو از من قبول کنید. قسم یاد کردم. تهمت زده شد اعتبار ما رو به صفر بکشن، ولی از اونجایی که خداوند حامی قلب‌های مهربانه و مردم آگاه خوشبختانه بیننده برنامه‌های ما، طرفداران من و علی مرشدی هستند، رد کرده، قبول نکردند و به ما اعتبار بیشتری دادند. من دست‌های شما را از اینجا می‌بوسم. در رسانه‌ها آمد که چگونه با آقای علی مرشدی آشنا شدید. دوستان، دوستی عزیزی که اعتبار بسیاری داره پیش من، در تلویزیون فوریو با خانم سحر همکاری داشتن، برنامه داشتن. ایشون عزیز منه و به من گفتن که آقای علی مرشدی خیلی دلشون میخواد با شما یک مصاحبه داشته باشه. گفتم من آقای علی مرشدی رو نمیشناسم، برای اینکه من دوست ندارم جنبه سیاسی داشته باشه، دوست ندارم. من یه هنرمندم، اگر راجع به مسائل هنری صحبت میکنن من حاضرم باشون آشنا بشم. ایشون گفتن که آقای علی مرشدی اصلا برنامه های سیاسی نیست بانو جان. و من خودم هم الان چند سالی اونجا
برنامه داریم برای جوونا و اینا. اصلا سه گفتم اگه نیست حاضرم اصلا. با آقای علی مرشدی آشنا شدم و یک مصاحبه روی خط با آقای علی مرشدی انجام دادیم. درسته علی جان؟ بله، حدود 3 سال پیش، 2 سال. بسیار مورد توجه قرار گرفت و من ممنونم از کسایی که هنوزم این مصاحبه رو میبینن و هنوزم کامنت های قشنگ میذارن. هنوز که هنوزه روزی نیستش که یوتیوب فور یو 2-3 تا کامنت زیر اون ویدیو نداشته باشه، به دلیل اینکه یکی از پربازدیدترین ویدیوهای ما بودش. خب این ارتباط خیلی قشنگ بود، صحبت از برنامه های هنری بود، صحبت از من بود. من یا آرتیستم، من باید تصویرم دیده بشه، من باید زندگی روی سینما امروز وجود نداره ولی در تلویزیون ها، شبکه ها که به من لطف دارن مثل آقای مرشدی، من باید حضور داشته باشم. من جوانیم و پای این کار گذاشتم، من با تصویر پیر شدم، من خونه نشینی رو دوست ندارم، من 90 سالم هم بشه 100 سالم هم بشه شروع کم بشم، باز هم در تلویزیون ها حضور خواهم داشت. نه، من، همه هنرمندا باید باشیم. ما برای این اسم، برای این مقام، برای این کار قشنگ، برای این عشقی که به پدر مادرهای شما دادیم زحمت کشیدیم. چرا من باید موقعیتم رو بذارم و برم چون پیر شدم؟ نه، خیلی هم جوونم، از همه شما هایی که اونجا نشستین جوونترم. بدونی چرا؟ برای این که الان اینجا با قدرت نشستم و در مقابل زور میخوام از خودم دفاع کنم، در مقابل تهمت از خودم دفاع کنم، در مورد اتهامی که زده شده از خودم دفاع کنم با قدرت هرچه تمامتر. بنده یک هفته وقت دادم به اونها، آقایون تهمت زنان، که شما یک هفته وقت دارید که بیاید و اثبات کنید که آقای علی مرشدی با همکاری دارن با اطلاعات سپاه. عزیزانم، من 44 سال از مملکت بیرونم، اصلا نمیدونم سپاه کدومه، نمیدونم اطلاعات کدومه، نمیدونم کمیته الان کدومه، نمیدونم اصلا الان هیچی نمیدونم. باور کنین اگه اینا رو بزنین بغلم دیگه، من نمیدونم کدومشون کدومه، چون من کاری با این حرفا ندارم. به همه هم احترام میذارم، برای همه هم ارزش قائلم، چون من حق بی احترامی به کسی رو ندارم. هر کسی خودش میدونه و زندگیش و موقعیتش. من اجازه ندارم تو کار شما دخالت، اجازه ندارم نظر بدم، اجازه نه. در مورد خودم میتونم هر جوری که دلم میخواد در حد شخصیت کاری و هنری و اسمم زندگی رو ادامه بدم، ولی اجازه ندارم که بیام و تو صفحه شما ایراد بگیرم از لباس پوشیدنت، از هنرت، از خندیدنت، از روپری سر کردنت، از آرایش کردنت، از ناخونات، از مثل همه که دارن میکنن. من به خودم چنین اجازه ای رو نمیدم. پس بنابراین یه هفته گذشت، اثباتی از طرف اون آقایون تهمت زنان دیده نشد. حالا اگر اثبات میکردن که آقای علی مرشدی، همکار عزیز من، همکار تلویزیونی برنامه بانوشو که ما کنار هم نشستیم و
بیش از 50 تا علی جان نه چند تا 50 آره. تا 60 تا برنامه 60 تا برنامه گرفتیم. بانک اگه اجازه بدید من اینجا یه پاراگراف باز بکنم. البته ایشون بعد از یه هفته اومدن و یه سری دلایل واسه خودشون آوردن که آقا اصلا نیازی به دلیل نداره. خب یعنی چی؟ یعنی من دلیلی نداشتم و اومدم اینجا جواب خانم تهرانی رو بدم. اول که برگشتن گفتن که ایشون هم ممکنه به لایو ما اضافه بشه، یک. و بعد در ادامه صحبتاشون گفتن که اصلا این قضیه احتیاجی به دلیل نداره، تلویزیون ایشون داره توسط سپاه. آقا تلویزیون برای یه آدمی که سواد تلویزیون داشته باشه، آقا الان تمام معاملات و نقل و انتقالات مالی در خارج از ایران مثل ایران نیست. شما بخوای 5000 دلار به یکی بزنی، باید نشون بدی واسه چی می‌خوای بزنی، واسه کی می‌خوای بزنی. واسه ما الان 12 سال تلویزیون داریم، تمام اسناد ما سالی یه بار شرکت دفتراشو میبرن اونجا عرضه میدن، نشون میدی که آقا ما هر ماه داریم مثلا اون روزای اول 7000 دلار پول ار میدادیم، بعد شد 16000 تا، دو تا شبکه شد، بعد شد 3 تا، شد 21000 تا، بعد شد 30000 تا. وقتی که ما داریم این پولو میدیم توی اون اسناد ما تمام ماهاش، تمام سالاش، یعنی مثلا برگردیم به 5 سال پیش ماه اکتبرش، نشون دادیم که آقا مثلا یه دونه آگهی گرفتیم 2400 دلار، یا آگهی گرفتیم 800 دلار، یا آگهی از ایران گرفتیم 2 میلیون، همه اینا رو ما هم جمع کردیم شده مثلا 6 تومن، 2000 تا گذاشتیم شده 8000 دلار دادیم پول ار. بعد ایشون میگه نه، کل این سالا رو اطلاعات سپاه پول ار اینا رو داده. یعنی اون ماهواره‌ای که خودش شبکه های ایران رو ریخت از ستلایت بیرون، انقدر خنده داره که اجازه نمیده شبکه ها پخش بشه، بعد به من میاد از اونجا پول میگیره، میگه حالا علی مرشدی من پخش میکنم اینجا اشکال نداره، این پولو برسون به من، من اونجا. یا من علی مرشدی اگر یه همچین سمتی داشتم باید بیام تو دور افتاده ترین شهر ترکیه، تو استانبول نباشم، تو آنکارا نباشم، تو آنتالیا نباشم، تو آلانیا بیام یه دفتر 85 متری بخرم به جایی که برم مثلا تو بهترین خیابون استانبول بخرم. البته توانایی خریدن اونم داشتم، اجاره کردن اونم داشتم، دوست داشتم برم تو ملک اجاره‌ای، داشتم دوست داشتم از اول توی ملکی که مال خودم باشه حضور داشته باشم، همون جوری که زمانی که دبی بودش خونه مال خودم بود، دفتر مال خودم بود. اینجا هم همینطور. من روزی که اومدم اینجا خانم شهره عزیز آقای علی گلدسیتی رو به من معرفی کرد برای گرفتن آگهی، من برای تفریح و گرفتن آگهی تلویزیون، گفت تلویزیون تو تازه آوردی بالا. شهره جون گفتش من همش دارم تو جی ال وی صبح تا شب فوریو رو نگاه میکنم. اصلا بعد از اینکه من اومدم اینجا آگهی و صحبت آگهی شد و اینا، مثل آقای پیروز خواننده، مثل آقای شهرام شب‌پره، مثل آقای بیژن مرتضوی، مثل آقای اکبر عبدی که همشون در آلانیا سکونت داشتن، منم از این قریه، از این شهر کوچک ساحلی، مثل خود شما که وقتی اول دیدید عاشق دریا و آرامش اینجا شدید، منم خوشم اومد. مثل آقای سعید محمدی که اینجا زندگی میکنه، گفتم آقا من اینجا رو برای زندگی انتخاب میکنم، ولی زندگی دوم، اون موقع زندگی اولم رو در دبی داشتم. ولی انقدر دلایل ایشون بچگونه و یعنی خیلی مثلا راحت میتونست از 5 تا از همشهریای من بره زنگ بزنه بپرسه، از 5 تا از دوستای من بپرسه. من الان این هم علی جان ببخشید وسط حرفتون، اصلا به کسی چه ربطی داره شما کجا زندگی میکنید، من کجا زندگی میکنم، چه میکنیم، اصلا به کسی ربطی نداره. و طی این سالها چرا چنین سوالهای پیش نیامده؟ شما 13 سال این تلویزیون رو دارید،
و تو کار هنری سالهاست تو کار هنری، چرا تا به حال چنین صحبتهایی نشده؟ ببین عزیزم، اول از اینکه ادامه حرفم بدم، من اگر بعد از یک هفته اثبات میشد که آقای علی مرشدی با اطلاعات سپاه ارتباط داشته یا داره، نمیدونم حرفشون چیه، اگر اثبات میشد به شرف آریاییم قسم من برنامه رو با تلویزیون فرنو میبستم و هرگز این راه رو ادامه نمیدادم با تمام علاقه ای که به شخصیت خود آقای مرشدی داره. ولی چون یک هفته گذشت، من مجدد درود میفرستم به تلویزیون فور یو، همکاریمو اعلام میکنم و به زودی هم فصل سوم بانوچو انشالله به زودی اجرا خواهد شد. گفته بودن که دستمزد بنده چقدر بوده؟ میشه من قبل از اینکه شما بگید یه مطلب بگم؟ ببخشید عذرخواهی میکنم، توی برنامه هایی که تو یوتیوب موجوده حتی نزدن قسمت اول و دوم و سوم تا پنجم بانوشو رو ببینن که تماماً زیر برنامه اسم اسپانسر که نمیخوام اسمشو بیارم که چون الان باش همکاری نمی کنیم، الان به اونجا میرسیم علی جان. اصلا برنامه اسپانسر داشته، در تمام دورانش هزینه تولیدش پرداخت شده و برای اینکه اینا ناآگاهانه حرف زدن، ناآگاهانه حرف زدن علی جان. الان من به همه اینا میرسم. گفتن که چرا دستمزد قرارداد شما با بانوشو چقدر بوده، هزینه شما چقدر بوده، هزینه اقامتتون در ویلایی که در آلانیا بودید چقدر بوده، کی میداده؟ عزیزانم، اولا من تو ویلا زندگی نمی‌کردم، حدود 20-25 روز 27 روز در یک هتلی بودم روبروی دریا که آقای علی مرشدی می آمدن سه روز. علی جان من قسم یاد کردم که واقعیت رو بگم، سه روز می آمدن پول هتل رو پرداخت کرد. حالا الان فکر کنم من گادفادرم، می آمدم اونجا دو ماه می نوشتم آقا یه چک بده، یه چک می نوشتم باید پول غذای منم می داد. آره نه، مثلا آقای مرشدی صبحانه من رو هم نون و شکلات و شیر و نمیدونم تخمه و نمیدونم این چیزا رو هم میخرید که من میبردم خونه. صبحانه رو در هتل، صبحانه تو هتل بودم، البته اون 27-28 روزی که تو هتل بودم و برنامه ها رو که گرفتیم، من برگشتم به استانبول با آقای علی. یه چیز رو نگفتید، هندونه شیرین هم براتون میگرفتم. هندونه آره. توی هتل رو دارم میگم، توی هتل صبحونه با هتل بود. آره صبحونه با هتل بود، ولی آره. یه وقته شما حواس رو هندونه میکرد. علی میومد دنبال من، میرفتیم به اصطلاح شام و نهار رو با هم میخوردیم توی این مکانای خیلی باحال ترکی، نمیدونم غذا میخوردیم و بعدم میرفتیم استدیو و تا ساعت 12-1 بعد از نصف شب گاهی یه برنامه، گاهی دو تا برنامه، گاهی برنامه های طولانی ضبط میکردیم. ساعت 1-1:30 وقتی میرفتیم منو میذاشتن توی هتل و میرفتن خونهشون تا فردا ساعت 4 بعد از ظهر که میومدن دنبالم. من و علی برگشتیم بعد از 27-28 روز برگشتیم به استانبول. در استانبول اسپانسری که ما داشتیم
خانه‌ای در اختیار من گذاشته بود که من توی اون خونه زندگی می‌کردم از طریق اسپانسر برنامه بانوشو تا به فصل برنامه دوم رسید. علی جان اومد استانبول، هواپیما گرفتیم آمدیم به آلانیا و این بار مامان علی رفته بود ایران. علی جان گفت اگه موافق باشی منزل ما بیاییم شما. گفتم که چرا نه، من تو خونم راحت ترم. علی رفت خونه مامانش با داداشش و من توی خونه علی، طبقه چندم بود علی جان؟ طبقه ششم بود. ویلا تو طبقه ششم بود، البته پایین استخ داره ولی که آلانیا همه خونه ها استخ داره، دریا رو میبینی ولی که دریا روبروته. آلانیا این شکلیه. من از این آقایون دعوت میکنم تشریف بیارن آلانیا، فضای آلانیا رو یک بار نزدیک ببینن، به تجربیاتشون اضافه شد. خدمت رو عرض کنم که من یک ماه و خورده پیش علی جان بودم اونجا، خونه علی بودم. باز هر روز ساعت 4-5 می اومد دنبال من، می رفتیم غذا می خوردیم، می رفتیم بیرون شام می خوردیم، می رفتیم استدیو فیلم برداری می کردیم و بنو می آوردم، می رفتیم بقالی چقالی سوپرمارکت شیر بخر، تخم مرغ بخر، اینو بخر برای صبحونه من، همه چی. علی خیلی بچه لاش، کاش همه میتونستن علی مرشدی باشن. خیلی به من حال داد، خیلی به من محبت کرد، خیلی به من عشق داد. عزیزای دلم، من پولی از تلویزیون فوریو بابت بانوشو دریافت نکردم، پولی هم پرداخت نکردم، چون که خاطرات سینمای طلایی من فروشی نیست، احساسیه. من با اونا زندگی کردم. تنها کسی که از دوران سینمای طلایی مونده منم و پوری بنایی نازنینم و چند خانم شورانگیز طباطبایی زنده باشن، خانم سپیده زنده باشن، ولی اونا جلوی تصویرها نیستن، فقط من و پوری جونی. و من خاطرات قشنگ طلایی سینمای فردین رو میشکافم، خاطرات پشت صحنه رو، روی صحنه رو، جلوی دوربین رو، با هنرمندان و با بکیمان ویدی، بهمن مبید، مرتضی عقیلی، فردین، فروزان، پوری بنایی، شورانگیز تبا، با 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 سپیده، به همه اینایی که باشون خاطرات قشنگ دارم. برای شما به ارمغان آوردم، خواستم جوونا با سینمای فردی، سینمای طلایی آشنا بشن، با ایرج قادری آشنا بشن. خواستم بدونین که چه ارزشمندانی توی سینما بودن، چه ارهام صدری داشت، چه عالی جنابی داشت، چه انسانهای ارزشمندی در این سینما داشتیم که الان همشون پشت هم دیگه، یکی پس از دیگری، ما و عشقشون به ما و آن چه که خاطره داشتن با ما رو گذاشتن و رفتن به ابدیت پیوستن و دیگه هم نزیدشون نیامد و نخواهد آمد. پس خاطرات سینمایی من فروشی نیست. اسپانسر میتونه داشته باشه برای اینکه هر
تلویزیونی باید اسپانسر داشته باشه، اجاره ارز میده. البته اجازه بدید من میون کلامتون عرض کنم که شما پاتونو گذاشتید روز اول آلانیا، دارید البته کم لطفی میکنید، همه اینا درسته که بین فوریو و شما پولی رد و بدل نشد، ولی اسپانسرها همه شون شروع کردن زنگ زدن آقا ما میخواییم اسپانسر خانم شهناز تهرانی بشیم، ما میخواییم اسپانسر بشیم، و اصلا ما تصور نمی کردیم. حتی هفته اول برنامه رفت رو آنتن موجی از اسپانسرها اومدن که ما حتی اصلا 3-4 هفته نشسته بودیم فکر میکردیم که چه قیمتایی به اینا بدیم. ولی اگر یادت باشه علی جان خورد به زن زندگی آزادی که برنامه رو متوقف کردیم و شروع کردیم برنامه رو ضبط کنیم تا بعد از این که اگر به هر حال آرامش برگشت به جامعه این برنامه رو پخش کنیم. و اگه خاطرتون باشه ما نزدیک 6 ماه مردم ایران میدونن پایین لوگوی فوریو توی شبکه فوریو زده بودیم زن زندگی آزادی، که حتی زمانی که عید شد دیگه به 6 ماه من این داستان گذشت. من خاطرم از اسم نمیبرم یکی از مدیرای شبکه تلویزیون ها برگشت گفت ببین دیگه همه ورداشتن تو نمیخوای اینو ورداری؟ واسه پاچه‌خواری گذاشتی اینو؟ گفتم بابا به هر حال تصمیمی بودش که ما با بانو شهناز تهرانی گرفتیم که اینو بذاریم و من باید حالا با ایشون هم صحبت کنم و مدت‌ها این بودش. و خاطرم هستش که اصلا تو خیلی از برنامه‌ها که تو اون دوران بود حتی ما نمی‌خندیدیم، حتی میگفتیم این برنامه مناسب این روزا نیست. حتی خیلی از یادتون باشه من به شما میگفتم که خاطراتی رو تعریف بکنیم پخش بکنیم فیلماشون رو، چون وسط برنامه ها پخش میگردیم که توش رقص آواز و اینا نداشته باشیم. آره اون چند تای اول رو همین جوری رفتیم، بعدم که برنامه بانوشو خورد به زن زندگی آزادی و ما تمام مدت همدردیمونو با مردم اعلام کردیم، هر و کرکرم نکردیم. چطور ممکنه آدم بچه وطنش بمیره، دختر و پسر وطنش، بچه 7 ساله و 11 ساله و 12 ساله بمیره بعد بشینیم ما هر کرکر کنیم؟ ما آدمیم، انسانیم، قلب داریم، روح داریم، معرفت داریم. هنوز که هنوز قلبامون داره آتیش میگیره، چگونه میشود هر هر و کرکر کرد؟ یک دونه از اون فیلم هایی که ما توی یوتیوب داریم که تاریخ داره در دوران زن زندگی آزادی پخش شده بیارین که ما توش هر هر و کرکر کرده باشیم. تمامش ثبت شده در یوتیوب، تمامش ما در... ممکنه من خاطراتو با خیلی شوق و ذوق تعریف کرده باشم و بله کارمه، خاطرات قشنگ زندگی منه و من باید به گونه این رو تعریف کنم که مخاطب من اون صحنه رو احساس کنه، نه اینکه من بشینم این مجسمه فقط دهنم به چرخه دهنم کار کنه. مخاطب از نوع حرف زدن من خسته خواهد شد. من نیومدم کسی رو خسته کنم، آمدم این گرایش رو، عزیزای من، این گرایش رو بین خودمون ما سینمای طلایی و مردم نسل 70 و 80 و 90 رو با خودم آشنا کنم. پس هر هر کرکری هم در زمان زن زندگی آزادی به هیچ وجه نبوده. خیلی جالبه که حتی تمام پست هایی که
توی این مواقع برنامه‌های ما زمان پخشش که جمعه ها در تمام از اولین روز بانوشو جمعه ساعت 7 بعد از ظهر پخش شد، الان هم که بیش از نزدیک به 2 سال از روش میگذره هنوزم داره جمعه ساعت 7 بعد از ظهر پخش میشه، یه بارم دوشنبه باز پخش میشه. تو تمام اینا وقتی بری صفحه فور یو رو توی یوتیوب توی اینستاگرام پایین بکشی، تماما کامنت های مردم هست، تماما روزایی که برنامه نداشتیم ثبت شده، تماما روزایی که مثلا عزا بوده مردم ناراحت بودن ما برنامه رو قطع کردیم. ولی جان شما یه سایتی دارید، یه به صفحه دارید تمام استوریاتوشه اصلا یه استوری داریم توی صفحه اینستاگرام من نوشتیم مهسا امینی که توش نزدیک 70 تا 80 تا استوری برنامه های مشترک ماست که نوشتیم امروز مثلا خانم مهسا نجفی فوت کردن و یه یادبودی بابت اون استوری سیف شده. آخه این آدم و افرادی که شک و شبه دارن نمیتونن مراجعه کنن به صفحه اینستاگرام من که بیش از 8 سال تیک آبی داره ببینن که آقا اون صفحهی که مهسا امینیه تاریخ ها رو ببینن و برنامه های روزای بانوشو رو ببینن. بفرمید بانو جان، ببخشید میونه کلمتون اومدم. نه تمنا میکنم علی جان. پس بنابراین نحوه آشنایی من با آقای علی مرشدی مشخص شد. ما بعد از مصاحبه تصمیم گرفتیم که با هم علی مرشدی یک کسیه که به خوبی تلویزیون رو میشناسه، مردم رو میشناسه، سالهاست برنامه ساز تلویزیونه، با برنامه سازان در ارتباطه، با هنرمندان در ارتباطه. منم یکی از هنرمندان هستم که به هم پیشنهاد شد که بانو جان با هم همکاری کنیم. گفتم یه ایده قشنگ تو سرم دارم، خاطرات سینمای طلایی. علی جانم تشویقم کردن و ما این کار رو شروع کردیم. یک دونه از کارهای ما در ایران ضبط نشده چون من ایران نمیتونم بیام. من 45 ساله 44 ساله اندیه که اصلا ایران ندیدم به خودم، ولی تهمت زدن که ما در ایرانی در ایران ضبط شده. من نمیدونم علی جان شما در ایران برنامه ساز داریم که برنامه بسازن به فوریو بدن بابتش شما پخش کنید؟ بانو جان اصلا انقدر این قضیه خنده داره. یه خانومی نزدیک 4 سال پیش با ما تماس گرفتش برای یکی از برنامه های ما، یه برنامه یروبه ایشون آماده میکرد از منزل خودش که یه سری محصولات برای صورت خانوما آماده می شدیم و کرما، و این برنامه یه روبه رو میخواست در تلویزیون فوریو پخش کنه. گفتش من این برنامه یه روبه رو بخوام پخش کنم چقدر میگیرید؟ یادم نیست، گفتیم 8 تومن، گفتیم 4 تومن. موضوع مال 4-5 سال پیشه، یاد از 3 ساله 4 ساله 5 ساله عدد یادم، آخه چون اصلا انقدر یه موضوعی بودش که کلن 4 تا برنامه این خانم فرستاد ما هم پخش کردیم. حالا الان اون خانومو بستن که این خانوم اصلا کلن مال پرستوی چیز بوده و بنده خدا ما تنها چیزی که بهش نمیخورد این حرفا بود، و برنامه رو فرستاد دیدیم یه برنامه خیلی خلاقانه است که داره راجع به مزایای موجود در یک کرمایی که در صورت استفاده میشه توضیح میده، یه ذره هم حرکات نمایشی میکنه که برنامهش با نمک بشه. این برنامه کلن 4 بار پخش شد و بعدم پروندهش بسته شد. ایشون رفتش، بعدها دیدیم که رفت تو تلویزیون من و تو، بعدها دیدیم که رفتش توی تلویزیونهای دیگه و فعالیتاشو عوض کرد، ولی تا اون زمانی که اون 4 تا برنامه رو برای ما فرستاد ما هیچ چیز خلاف شرع ندیدیم.
دوم این که ایشون برگشته میگه تمام برنامه‌های تلویزیون فوریو در ایران تولید میشه. آخه مگر فیلم‌های سینمایی و سریال‌هایی که خانم نسرین مقانلو، خانم مرجان گلچین، خانم انواع هنرمندای ما، اینا مگه بلند میشن میرن توی اتیوپی برنامه سریال تهیه میکنن؟ خب همه‌شون دارن در ایران تولید میکنن و ما حتی وقتی پخش هم میکنیم 4 قسمت 5 قسمت عقبتر پخش میکنیم که به فروش سوپرمارکتی و آنلاین اینا لطمه نخوره. یعنی سریال نیسان آبی میاد قسمت 1 رو پخش نمیکنیم، 2 رو پخش نمیکنیم، 3 رو پخش نمیکنیم، 4 رو پخش نمیکنیم، 5 که اومد ما 1 رو پخش میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون تیم باید از فروش اون سریال به چرخه که مردم بتونن این سریال های قشنگ رو ببینن و همه میدونیم که سرگرمی مردم این روزها دیدن این برنامه های طنز شده. این موضوع هم میخواستم عرض کنم. نونم خدمت رو عرض بکنم که زمانی که بانوشو تازه شروع شده بود و چند هفته ای رفته بود از برنامه، چند تا برنامه 1 ساعت رفته بود، خوردیم به زن زندگی آزادی که اکثر تلویزیون خونه ها خاموش شده بود، مردم همه بیرون بودن، یک عده‌ای خب تو خونه بودن و برنامه رو میدیدن یا نمیدیدن. من هیچ اطلاعی ندارم، فقط میدونم که یک برنامه رو تقبل کردم باید انجام بدم و به نحو احسنم انجام دادیم و معتقدم که تازه از این به بعد بانوشو باید بیشتر دیده بشه، چون در اون زمان گفتم تلویزیون ها خاموش. اصلا جهت فکری ما هم اگه خاطرتون باشه، ما تو سیزن اول به دلیل این اتفاقاتی که پیش اومد اصلا فکرمون پاشید. یعنی ما قرار بودش گرافیکو خیلی حرفه‌ای‌تر انجام بدیم، قرار بود تیم قرار بود با 2 چند تا دوربین ضبط کنیم، قرار بود لوکیشن‌های بیرون بریم بگیریم، قرار بود مثلا رقص و آوازهایی در کنار ساحل داشته باشیم، قرار بود. ولی شما گفتید که حالا که الان جامعه دچار همچین التهابیه همه اینا رو لغو کنیم، فقط برنامه رو بگیریم، فقط راجب هر برنامه راجب یه فیلمی از که من شاهد و ناظر تولید اون بودم صحبت بکنیم، چون اینا واقعا سند تاریخیه. برای اینکه به مردم آگاهی داده بودیم که ما بانوشو به زودی بانوشو و مردم یه عده اصرار داشتن که بانوشو رو شروع کنیم و ما شروع کردیم. هنوز هم زن زندگی آزادی نبود، ولی زمانی هم که این اتفاق افتاد دیگه قرار شد که ما برنامه ها رو بگیریم آرشیف کنیم و زمانی که این اتفاقات به پایان رسید شروع کنیم بازپخش کنیم که الان در حال بازپخشه. من در مورد برنامه‌ای که خیلی روش تأکید شده توضیح بدم برای عزیزانم، نور چشمانم، هموطنان گلم که عزیزای من، 26 ژانویه، 27 26 25 ژانویه بود که من تو خونه خودم در گرجستان نشسته بودم به اتفاق چند تا از دوستان عزیزم تو ماجرای لیلا گلستان و فحاشیاش و حال عصبی و روحی و بیمار روحی شده بودم، برای اینکه سابقه نداشت که یه ایرانی چنین توهینی بکنه، اونم دختر یه آدمی که فیلمسازه و خودش ادعا میکنه که فرهنگ راستین ایرانه، کتاب نوشته، نمیدونم شوالیه فرانسه رو گرفته دمانم. و شما با پدرش بودیم تو اون ماجراهای توهینات بودیم که من تو همین خونه خودم نشسته بودم که شاهزاده رضا پهلوی به بنده تلفن زدن.
برای دلجویی من و من از همینجا دستشون رو میبوسم، قلب مهربانشون رو میبوسم و سپاسگزاری میکنم که انقدر به فکر مردم عام، هنرمندا، بازیگران، نقاشان، شاعران، از هر قشری این بزرگوار آنها رو مورد عشق و عنایت و مهر خودش قرار میده، برای که انسان والایی است. پس من وقتی تو خونه خودم نشستم، این اتحاد، این اتهام بی مورد در مورد بنده صدق نمی کنه که من منزل آقای علی مرشدی بودم. چون سمافیتون جا گوش کن. پس این اتهام صدق نمی کنه. یعنی دو تا چیز متضاده. خونه من اینجاست، خونه علی مرشدی با مال من، اینجا خونه من کاخ شاهنشاهیه، اصفهانه. هر چی تو خونه منه همه تونم دیدین، نشونتونم دادم. اینجا زندگی منه، اینجا عشق منه، اینجا خانه منه، اینجا دنیای منه. اینجا پس اینجا با خونه علی مرشدی زمین تا آسمون فرق میکنه. پس اینم از این که من نشون دادم، اثبات کردم که من تو خونه خودم بودم، که شاهزاده خانم بیگوش گلم و خیلی از هنرمندا التفات کردن و زنگ زدن دلجویی کردن. دو، گفتن که ایشون میگه من خونه علی مرشدی نبودم و چجوری اونجا رفتن آبگوش خوردن. عزیزای دلم، من خونه آقای مرشدی بودم، ولی نه زمانی که شاهزاده به بنده تلفن زدن. من از استانبول اومده بودم بیرون بکنی و در گرجستان زندگی میکردم و آبگوش زمانی بود که یه تعطیلی بود، روز یک شنبه بود گویا علی جان، که سحر جون یه آبگوش درست کردن، من و منزلتون دعوت کردن و دور هم نشستیم. بعد شما یه استوری گرفتیم، منم به یاد فردین داشتم گوشت رو میتونیدم و از این ماجراها که همیشه ما رو مسخره میکردم، گفتن که آبگوش نمیدونم مال بدبخت هاست، مال فقیر هاست این زمان. و من نمیدونم چرا این آقای که اسمش الان خاطرم نیست همیشه فکر میکنن اگر یه جمعی کار هنری، خب البته ایشون شاید آشنایی نداره، کار هنری انجام نداده. من بیش از ده ها نمیگم صد ها بارها سر فیلم های مختلف، موزیک ویدیوهای مختلف، برنامه های مختلف بودم. خب آقا یه تیمی میاد در کنار همدیگه، فیلم بردار، کارگردان، خواننده یا بازیگر، با همدیگه از صبح کار میکنن، بعد دو روز سه روز پشت سر همدیگه به کوب کار میکنن، بعد یکی از افراد تیم مثلا پیشنهاد میده آقا یه شنبه که تعطیله همه بیایید خونه ما مثلا آبگوش بخوریم، همه بیایید خونه ما آشرشته بخوریم. ما با شما رفتیم، ما مهمان شدیم، ما هم تولد دعوت شدیم، ما هم برنامه خواننده زنده، برنامه زنده داشت، رفتیم، ایرانیا بودن. ما هم اگه یادت باشه رفتیم با هم چلو کباب بخوریم بغل استودیو، هیچی نبود، یهو پر ایرانی شد، یادت علی جون؟
ما رفتیم با بانو تهرانی گفتش هوس چلو کباب کردم، رفتیم یکی از رستورانایی که مال یکی از دوستان بودش، لب خیابون نشستیم که گفتش اینجا دلبازتره. شهناز جون اونجا نشستن و تا اوردر دادیم قبل از اینکه بریم استودیو یادته برنامه بگیری رفتیم شام خوردیم من و تو بعد همینجور مردم رد می شدن اینجا رستوران رو نگاه می کنم گفتن ای شهناز تهرانی ها، بعد می اومدن تو رستوران می شستن. آقا ما هم سرگرم حرف زدن بودیم با بانو، یه دفعه چشمون رو باز کردیم رستورانی که توش هیچکی نبود یه دونه صندلی خالی نداره، همه اومدن نشستن. بعد یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم یه خانومی اومده دوربین دستش و میگه که اجازه میدید من از شما عکس بگیرم، و بانو جان افتخار دادن و بلند شدن با ایشون عکس گرفتن. و اینو میخوام بگم که در طی کارها خب زندگی هم انجام میشه، حالا چون ما آبگوش آدمیم، چون زندگی کردیم آبگوش خوردیم، ما آدم فاسدی هستیم. حالا من نمیخوام بگم که بعد از خیانتکاری آره خیانت، بعد میگن حالا من نمیخوام بگم که بعد از اون آبگوش چه اتفاقاتی افتاد. آقا چه اتفاقاتی افتاد؟ یه آبگوش خوردیم هر کی رفت خونه خود. علی جا بعد از این که شاهزاده به من زنگ زدن چه اتفاقاتی افتاد؟ هیچی. اصلا چه حرفایی بین شما زده شده که حتی اگه کاگبه هم اونجا بوده شما یا حال از شما پرسید، شما هم خیلی زوغ زده شدید. من گفتن که من ناراحت شدم از این که به شما توهین کردن. بله. ببینی حرفاشون هست و حالا کاری به حرفا نداریم چون نمیخوام کش بدم این برنامه رو، فقط خواستم به هموطنان خوب گلم توضیح بدم که در جریان باشن یک بار برای همیشه. نه دیگه چیزی خواهم نوشت، نه دیگه جوابی خواهم داد، نه ارتباطی خواهم داشت. گفتن که شهناز تهرانی بیا تو لایو. شما به چه اجازه ای به من دستور دادید که من بیام تو لایو شما هم صحبت باشم؟ چرا من باید به شما توضیح بدم که چرا آبگوش خوردم، چرا شاهزاده وقتی به اسرائیل رفتن بنده نرفتم اسرائیل، بنده اصلا خبر نداشتم. منم مثل همه مردم از اینترنشنال و بی بی سی و نمیدونم ارتباطات مزاجی نشأت میگیرم و مشاهده میکنم. مگر من چیکارم که بخوام اطلاع داشته باشم که شاهزاده کجا میرن، کی میرن، چه ارتباطاتی دارن؟ من نه سیاسیم، من نه دنبال روی این مسائلم که چی گفت. هر کی هر چی گفت به خودش ارتباط داره، هر کی هر کاری کرد به خودش ارتباط داره، هر کی هر جوری زندگی میکنه به خودش ارتباط داره. به قول قدیمی ها میگن بنده باید کلامو صفر بگیرم باد نبره. من از حیثیت خودم دفاع میکنم و توضیح میدم برای خوبانی که من ارادت دارم بهشون و من رو همچنان در سطح بالا نگه داشتن همانا مردم خوبمان. علی جان شما به کائنات اعتقاد داری؟ 100% و به کارما که مطمئنم که همیشه همواره تنها چیزی که میتونه محافظ انسانها باشه، علارغم این که من و شما نخواهیم، علارغم این که ماها مایل به این نباشیم که به کسی صدمه ای وارد بشه، اما کائنات کار خودشو میکنه. علی جان من توی این 5-6 ماه اخیر خیلی دلم شکست.
البته همیشه زجر میکشیدم از این که وقتی که میخوام اخبارها رو گوش بدم، وقتی میخوام ببینم چه خبر جهان دست کیه، به یه سری کامنت ها میرسیدم که بیادبی و بیفرهنگی و فحاشی و بیحرمتی از زبان هر آلوده‌ای، از زبان هر انسان آلوده‌ای، از زبان هر شخصیتی، از زبان هر دهرافرینی، از زبان هر آدم حسابی، از زبان هر آدم نادانی، همه چی میخونم و میشنوم و میبینم. گاهی دلم شاد میشه، گاهی اشکم در میاد، گاهی دلم میشکنه، گاهی آه میکشم. ولی در این پنج شیش ماه اخیر چند مورد حاشیه سازای نامناسب نصیب من شده که بی خبر از همه جا، صبح که بخوام بلشم از خواب میگم خدایا امیدوارم امروز خبر بدی نباشه. ولی من دست کائنات دادم، دست کارما دادم، دست اون خداوند رنگی کمان کیان کوچولومون دادم که امیدوارم خداوند به این انسانهای بی‌رحم و بی‌قلب و بددهان و بدافکار یک ذهن تمیز، یه زبان خوش و مهرامیز، یه عشق الهی بده که با هموطنش جز مهر و عشق چیزی رد و بدل نکنه. امیدوارم. ولی اون که، اون کس، اون چه که در مورد من گفته شود، توهین شود، اتهام زده شود، من رو بخوان زیر پا له بکنن، اولا توکل به خدا کردم، دو به مردم خوب و آگاه و دانا، سه بر کائنات، دست کائنات میدم، خود کائنات جواب این آدم ها رو خواهد داد. ایمان راسخ دارم. ممنونم ازت که من رو دعوت کردی در این برنامه. ممنونم از شمایی که میشنوید، شنیدید، ما رو در جریان گذاشتید. یک اسپشیال تشکری دارم از مانای ماندگار عزیزم، ادمین کل پیج های من، یوتیوب، اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، تویتر، آن چه که شما فکر کنید، دیزاینر من، طراح کارهای من، آن چه که شما فکر کنید، مانا ماندگار عزیز من، مهر عشق به من داره و توی این طی این چندین و چند سال من رو تنها نگذاشته و مثل کوهی محکم پشت من بوده. ازش سپاسگزارم که روحیه من رو مانا نگه داشته و شما مردم خوب ایرانم. پاینده باشید. روزگار بر شما خوش و خرم باد. گلاتون شاد، لباتون بخنده و امیدوارم که همه مردم یک صدا قلب‌های شادشون فریاد بزنن جاوید شاه. زن زندگی، آزادی، مرد میهن، آبادی، پیروزی بچه‌های خیابانی، انقلاب و آزادی. پاینده باشید. سپاس. سپاس از شما بانو شهناز تهرانی. من هم در انتهای برنامه به اتفاق شما از این برنامه پرهیاهو و گرم و دوست داشتنی که با نفس شما گرمتر شد و مطمئنم که به دل مردم نشست و انتظار اینو داریم که به زودی زود شاهد فصل جدید بانوشو باشیم
که در اون قرار فیلم های دیگر که مردم در این مدت برامون کامنت کردن و دوست دارن از خاطرات تهیه اون فیلم ها و کلن از فعالیت های هنری اون زمان شما مطلع بشن شروع به کار بکنیم. منم در انتهای صحبت همه رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.